من سال 67 در جریان قتل عام نوجوان مردانه شجاع ترین جوانان وطن زمانی متوجه این جنایت شدم که یکی از همکلاسیام که مدت ها ازش بیخبر بودم به دست رژیم خونخوار اعدام شد. من خب توی نوجوانی با گروه های سیاسی به خصوص با مجاهدین آشنایی نزدیک داشتم. توی گرد همایی سیاسی اون موقع با تلویزیون های مدار بسته بخش می شد. اون موقع ها حضور داشتم، کاملا می شناختمشون. به دلیل سانسور اخبار اعدام ها ما بعدها متوجه شدیم که این جنایت صورت گرفته. هرچه می گذشت ابعاد این جنایت بیشتر روشن می شد. اون چه که بین خانواده ها و دوستان می دیدم خشم و انزجار و تنفر از رژیم بود. از طرفی توی بخت بودیم. ببینید، من با اینکه ماهیت رژیم رو می شناختم، اما این جنایت ها و افشای اون باعث شد که ابعاد دیگه این ماهیت خونخوار رو ببینم. به نظرم این خونهای به ناحق ریخته دامن رژیم رو گرفته. چرا؟ چون ما امتداد این خونها رو تو قیامهای اخیر دیدیم. از طرفی پافشاری خانواده ها بر دادخواهی و محکومیت های بین المللی مثل همین گزارش اخیر جاوید رحمان، همه و همه حکایت از این داره که زمان حسابرسی فرا رسیده و از میز عدالت نمیتونه فرار کنه. درود بر مشعل‌های آزادی و پررهرو باد راه اونها. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. 1403